جان کری وزیر امور خارجه آمریکا تیر ماه سال پیش مأموریت دیپلماتیک خود را با میانجیگری میان اسرائیل و فلسطینیان برای اثرگیری دور دیگری از مذاکرات صلح آغاز کرد. مذاکرات این بار با هدف تشکیل یک کشور فلسطینی و ایجاد رابطه حسن همجواری میان دو کشور آغاز شد. هدف ما رسیدن به یک توافق نهایی در 9 ماه آینده است. توافقی که در چارچوب آن سرنوشت آینده اورشلیم و مرزهای کشور فلسطینی مشخص شود و به ده‌ها سال منازعات زهرآگین و خونین دو ملت پایان داده شود. وزیر خارجه آمریکا در این مدت بارها به منطقه سفر کرد. در کنار آن صدها جلسه محرمانه میان 6 کشور قدرتمند جهان تشکیل شد و کاخ سفید بارها میزبان رهبران اسرائیل و فلسطینی ها بود، اما هیچ یک از این تلاش ها به خاطر سنگ اندازی های حماس باز هم راه به جایی نبود. حماس جناح افراطگرای رهبری فلسطینیان و نیروی مسلط بر نوار غزه بارها به خاطر موشک پرانی به جنوب اسرائیل جنگنده های اسرائیلی را علیه خود به تلافی کشاند و مماشات های اخیر فتح در کرانه باختری با حماس به تعلیق مذاکرات منجر شد، چون از نظر آمریکا و اسرائیل حماس یک تشکل تروریستی است. تحلیلگران از جمله جاناتان شانزر این رویداد را به نفع فلسطینی ها نمی داند. این حرکت عاقبت خوشی برای جنبش ملی گرای فلسطینی ندارد. پذیرفتن دیدگاه های تروریستی یک گروه جهادی توسط یک نیروی بزرگتر و غالب اصلا به نفع جنبش آزادی بخش فلسطینی ها نیست. اما این تنها عامل شکست مذاکرات نبود. در خلال مذاکرات اسرائیل هم با احداث 13,000 واحد مسکونی جدید در شهرک های یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن و شرق اورشلیم فلسطینی ها را از کوره به در برد. یکی دیگر از تحلیلگران از مؤسسه بروکینگز میگوید اگر آمادگی لازم برای ایجاد دو کشور اسرائیلی و فلسطینی به طور مؤثر و کارا وجود نداشته باشد، این راه حل عملاً از بین رفته است. علاوه بر این، کنگره آمریکا هم به زودی کمک‌ها را به فلسطینیان قطع خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا با توجه به این وقایع از دو طرف خواست مذاکرات را برای بررسی راه‌های دیگر فعلا به حال تعلیق درآورند. وی هشدار داده است که با شکست مذاکرات صلح دور تازه‌ای از درگیری‌های خشونت‌آمیز منطقه را تهدید می‌کند. صدای آمریکا، واشنگتن.